make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place. با صمیمانه‌ترین درودها، حسین اعجازی هستم و برنامه امروز خبرها و نظرها رو از این لحظه آغاز می‌کنم و با دو مهمان ارجمند برنامه در خدمتتون خواهم بود، جمعاً به مدت 50 دقیقه و با احتساب چند دقیقه برای پیام‌های بازرگانی. من بدون فوت وقت می‌روم و به کانادا و قبل از اینکه شروع بکنم صحبتم رو با اولین مهمان ارجمند برنامه جناب دکتر رضا مریدی اشاره‌ای میخوام بکنم به این جنجالی که راه افتاده بر سر عطا مهاجرانی و اینکه عده‌ای از ایرانیان فعال در انگلستان دارن فعالیت میکنن که ایشون رو هم مثل آقای حمید نوری که در سوئد با اهتمام ایرج مصداقی و عده‌ای از همراهانشون واقعا به دام قانون انداختند، این آقای عطای مهاجرانی هم که از اون فتوای آیت الله خمینی برای مرگ سلمان رشدی دفاع کرده بود و حتی تو کتابش نوشته این رو، امیدوارن که بتونن برای او هم پرونده ای درست بکنن و او رو به دام بیاندازن، به دام قانون بیاندازن. عرض کنم که من دیگه وقت برنامه رو نمیگیرم، این دو موضوعی بود که خواستم مطرح بکنم. سلام میکنم خدمت جناب دکتر رضا مریدی که معرف حضور شما بینندگان این برنامه و برنامه های دیگر من هستن. جناب دکتر مریدی سالها به اصطلاح به سمت یکی از وزرای استان اونتاریوی کانادا فعالیت میکردند و در حال حاضرم از حزبی هستن که در کانادا روی کار هست و میتونیم ازشون اطلاعات زیادی رو بگیریم برای این اقدامات واقعا شایان توجه و کم نظیری که در کانادا انجام شده و در برلین انجام شده و ادامه داره برای به دام انداختن و رسوا کردن کسانی که با تمام این جنایت هایی که رژیم جمهوری اسلامی انجام میده دارن دفاع میکنن ازش. جناب دکتر مریدی سلام میکنم خدمتتون. سلام و درود خدمت شما جناب اجازی و همینطور خدمت بینندگان عزیز شما. دکتر مریدی، من میخوام یه سری از اطلاعاتی رو که شما در بطن نشستید و به اصطلاح حزب حاکم در کانادا الان داره انجام میده، اینا رو برجسته بکنید و بعد انتقاداتی رو هم که هست در این مورد من مطرح میکنم که جناب عالی اگر که ممکنه پاسخ بفرمایید. خواهش میکنم. قبل از اینکه سوالتون رو جواب بدم جناب اجازی، اگر اجازه بدید اشاره‌ای بکنم به همون نکته که خود شما هم خیلی مختصرا در ابتدای فرمایشتون اشاره کردید، به موقعیت کانادا و کارهایی که کانادا انجام داد در ارتباط با ایران. بیش از 10 سال پیش از این به همت عده‌ای از ایرانیان کانادا و بنده هم در کنارشون به عنوان عضو کوچک، پارلمان کانادا کشتار زندانیان سیاسی به فرمان به فتوای خمینی در تابستان سال 67 میشه 1988 میلادی رو به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم کرد و لایحه‌ای گذراند در پارلمان کانادا که هر سه حزب بسته که در پارلمان بودن موقع هر سه حزب به این لایحه رأی مثبت دادن و جالب این است که این لایحه توسط سه نماینده از سه حزب گوناگون مشترکاً لایحه به پارلمان داده شد و پارلمان
این لایحه رو تصویب کرد که یک قدم بسیار مهمی بود. حالا من آقای دکتر مردی کاملا یادم هست و با شما در این مورد مصاحبه کردم. بله همینطوره بفرمایید. و این خب در واقع حرکتی بود که کانادا انجام داد. ما امیدوار بودیم که کشورهای دیگر همین کار بکنن، که تا اونجا که من اطلاع دارم کشور دیگری هنوز این اقدام رو به عمل نیاورده. اقدام بعدی خیلی مهم لایحه‌ای بود که باز در پارلمان کانادا 5-6 سال پیش از این توسط یکی از نمایندگان حزب محافظه‌کار، حزب کنسرواتیو مطرح شد و بر مبنای اون درخواست میشد که دولت کانادا سپاه پاسداران رو جزء سازمان‌های تروریستی قرار بده. و در این لایحه هم همه نمایندگان پارلمان جز یکی دو نفر که از جلسه غایب شدن بقیه رأی مثبت دادن به این لایحه. و آقای ترودو نخست وزیر کانادا که یکی از حزب لیبرال هستم و لایحه رو نماینده حزب کنسرواتیو آورده بودن به پارلمان، ولی ایشان اولین نفری بودن که بلند شدن و به این لایحه رأی مثبت دادن. خب این کار سالیان سال پیش شده، 5-6 سال پیش از این در کانادا انجام شد و ما اخیرا میبینیم که پارلمان اروپا یک همچین لایحه‌ای رو تصویب کرد. و بعد از اون کانادا سپاه قدس رو جزء لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده. و اخیرا هم که خب اقدامات خیلی زیادی رو کانادا انجام داد، من جمله 10,000 نفر از سران سپاه پاسداران رو جزء لیست تحریم‌ها قرار داده، به تعداد زیادی افراد دیگر رد بالای رژیم جمهوری اسلامی رو جزء تحریمی‌ها قرار داده. اینها در واقع اون هایلایت و نکات برجسته‌ای بود از اقدامات دولت کانادا در ارتباط با ایران. یه نکته خیلی مهم دیگری هم که من باید عرض کنم خدمت شما این است که در یک مصاحبه مطبوعاتی که حدود یک ماه پیش از این یا بیشتر انجام شد که دارم نخست وزیر و معاون نخست وزیر کانادا با هم حضور داشتن، در اونجا معاون نخست وزیر خانم کریستا فریلند خیلی به صراحت دولت ایران رو به عنوان دولتی که از تروریسم حمایت میکنه ازش اسم برد، که خود این باز یک حرکت خیلی مهمی بود که یک مقام برجسته دولتی کانادا در ارتباط با رژیم جمهوری اسلامی از این مثلا لغت ها از این کلمات استفاده بکنه. دکتر مریدی، این اقداماتی که شد، اون گرد همایی که در تورنتو بعد از برلین بالاترین جمعیت رو داشت و با همت آقای حامد اسماعیلیون صورت گرفت، اینها واقعا یکی از اون نقاط اوج این انقلاب، این خیزش انقلابی مردم ایران بوده و واقعا سر تعظیم فرود میاریم در مقابل کاری که انجام شده در کانادا. ولی منتقدین معتقدن که این همه افرادی که در کانادا لانه کردن از سالیان قبل، در این مورد من قبلا هم با شما صحبت کردم، ثروت زیادی رو دزدیدن با پولشویی و راه‌های غیرقانونی آوردن به کانادا و به گفته منتقدین کانادا بعدش هم نیومده که این ثروت بیاد به کانادا از طریق این افراد. و من شاید در گفتگوی قبلیمون اشاره کردم به جناب عالی که وقتی در یک سفرم به کانادا به مونتریال به یک رستوران معروف رفته بودیم که خیلی به سلام مورد توجه مردم هست، رستوران خیلی مجللی نیست ولی غذایی رو که ارائه میده شاید محبوبیتی آورده. گارسونی که اونجا کار میکرد و کانادایی بود، وقتی فهمید من ایرانیم آمد نشست سر میز ما و در آمد گفت که ببین بزرگترین خدمت رو این جمهوری اسلامی کرده به کانادا با راه دادن به این افراد، به این سارقینی که پول آوردن به کانادا. جواب اینا رو چه باید جواب اجازه عرض کنم که زعمای رژیم و وابستگان رژیم که مملکت ایران رو، کشور ایران رو چاپیدند و دزدیدند و غارت کردند، این اموال رو تنها به کانادا نیاوردن و نمیارن، اینا به کشورهای گوناگون، به امریکا، به ترکیه، به مالزی، کشورهای اروپایی، اون هر جایی که دستشون رسیده این اموال به اصطلاح غارت شده ملت ایران رو اونجاها که تونستن بردن. و کانادا هم طبیعتاً یکی از همین کشورها هست.
بعد همینا درسته، رقم های زیادی رو اینا آوردن و خیلی هاشون هم خود در خود امریکا هم، در خود امریکا هم زمان آقای باراک اوباما به خیلی از اینها اصلا گرین کارت دادن، جزء قرارداد موافقت نامه شون بود با رژیم جمهوری اسلامی آقای اوباما. به خیلی از وابستگان جوان 5 ساله و تعداد خیلی زیادی از وابستگان رژیم گرین کارت داده. بنابراین جای واقعا تأثیره که کشورهای دموکراتیک جناب حجازی در ظاهر یک حرفی رو میزنن و در عمل کار دیگری رو انجام میدن، ولی در ارتباط با مسئله استرداد این اموال، چون در کانادا قانونی اخیرا گذشت که تحریمی ها باید اموالشون ضبط بشه، باید خودشون به اصطلاح مسترد بشن به ایران، به ایران برگردنده بشن، این قوانین گذشته. ولی از اونجایی که کانادا و امریکا و کشورهای دموکراتیک اصولا اجرای قانون بسیار طول میکشه، برعکس مثلا کشور ایران یا کشورهای دیگر که قوه قضاییه در واقع بخشی از دولت هست، در این کشورها قوه قضاییه اصلا ارتباطی به دولت نداره، دولت هیچ حق دخالتی در اجرای قانون نداره، بنابراین میفته توی اون فرایند طولانی حقوقی و دادگاهی و اینها و زمان زیادی طول میکشه. ما این مسئله رو جناب حجازی در مورد وابستگان رژیم هیتلری میبینیم که بعد از جنگ جهانی دوم که اینا در خیلی از کشورهای دنیا من جلو خود کانادا و کشورهای آمریکا لاتین بیشتر رفتن و قایم شدن و پولاشون رو بردن یا خودشون رفتن قایم شدن، زمان زیادی طول کشید تا جوامع کلیمی در این کشورها تونستن این افراد رو شناسایی کنن، به پلیس معرفی کنن، از طریق پلیس به دادگاه ها معرفی بشه و بعد اون مراحل قانونی رو بگذرونه. این 30-40 سال طول کشید واقعا. و در مورد ایران هم من فکر میکنم یه همچین وضعیتی پیش خواهد اومد. ما ایرانیان نباید توقع داشته باشیم که همین امروز که مثلا دولت های قانونی گذروندن یا تصمیم گرفتن فردا این اموال ضبط بشه و پس فردا مثلا این اموال برگردانده بشه به ملت ایران، یا این افراد در زمان خیلی کوتاهی مثلا تبعیتشون لغو بشه، اقامتشون لغو بشه، به ایران برگردانده بشن. این نوع مسائل در کشورهای دموکراتیکی مثل کانادا دست دادگاه ها هست و دولت ها هیچ نقشی درش ندارن و دادگاه ها هم معمولا روی اون به اصطلاح فرایند قانونی زمان زیادی طول میکشه تا بتونن یک حکمی صادر بکنن و این هم یکی از زیبایی های دموکراسی هست، ولی خب یه مقداری سخته، به خصوص برای ما ایرانی ها جناب حجازی. این چیزها را دیدیم، نه تنها دیدیم بلکه لمس کردیم با پوشت و گوشت و استخوانمون، و وقتی میبینیم که مثلا آقای طلایی که رئیس پلیس تهران بوده و موقعی که هم زهرا کاظمی رو در زندان اون بلا رو سرش آوردن و این زن نازنین رو در زندان کشتن، حتی جنازهش به پسرش در کانادا تحویل ندادن، خب این شخص میاد در کانادا و میره در یک باشگاه ورزشی با شلوار کوتاه روی اون دستگاه ورزشی داره میدوه و کنارش اتفاقا یک خانم کانادایی که خب نه حجاب داره نه چیزی، اونم یه شلواری پوشیده و داره ورزش میکنه، در کنار اون ورزش میکنه. همین آدم در خود ایران اگر یک زنی و یک کمی چهار تا موی موش بیرون باشه میگیره کتک میزنه زندانی میکنه، هزار جور بلا سرش میاره، ولی میاد اینجا. خب این یک ایراد خیلی بزرگی بود که ما به دولت کانادا گرفتیم و در مورد این شخص با خصوص اقدام کردن البته، ولی اینها هست متاسفانه و جای تاسفه، ولی کارش هم نمیشه کرد. کاری که ما ایرانی ها میتونیم بکنیم این است که اینها رو باید مشخص بکنیم، شناسایی بکنیم و به دستگاه های مربوطه دولتی اطلاع بدیم تا اون مراحل قانونی در موردشون طی بشه. دکتر مریدی، وام میگیرم از گفته خود شما که در واقع گفته بعضی از سران کشورهای دموکرات با عملشون نمیخونه، و باز برگردیم به کانادا که شما اونجا میدونم در طی این سالیان تا چه حد فعالیت کردید و چقدر ایرانیان مقیم کانادا و به خصوص اونتاریو سپاسگزار شما هستند، و مسائلی رو که مثل بسیاری از ماها این غربت نشینی بهمون تحمیل کرده، مصائبی رو که بسیاری از ما هم تحمل کردیم و خب تا اینجا دوام آوردیم، ولی این تحریم ها مثلا تحریم گذاشتن روی 10,000 نفر از سپاهیان انقلاب یا سپاه قدس یا غیر ذلک،
این رژیم ککش هم نمیگزه، برای اینکه این افراد ممکنه هرگز نخوان پاشون رو از ایران بیرون بگذارن. این رو فقط فکر نمیکنید یه اقدام نمادین هست و اون اثر عملی رو که شما بهش اشاره کردید نداره؟ خب یه مقداری همینطور است که میفرمایید حقیقتاً. یعنی اگر کشورهای خارجی حقیقتاً یک روزی جناب اجازه تصمیم بگیرن که در مقابل این رژیم سفت و سخت ایستادگی بکنن، باید همان کاری رو بکنن که در مورد آفریقای جنوبی کردن. هنوز به اون مرحله نرسیدن. ما در سیاست کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی مثل آمریکا و کانادا حقیقتاً این نوع سیاست رو نمی‌بینیم و این دقیقاً همون نکته است که شما به درستی بهش اشاره کردید. این تحریم‌هایی که هست خب یه مقداری مؤثر هست، یه مقداری نمادین هست و حتی در مورد بعضی از این افراد اینا میتونن اسم‌های خودشون رو عوض بکنن، گذرنامه‌های متعددی و عناوین گوناگون بگیرن. از این کارا اینا بلدن دیگه، هر کار شیادی هستین اینا بلدن انجام بدن. بنابراین اون چنان تأثیری که واقعا مقابل انتظار هست خب نخواهد گذاشت. اگر مجددا عرض میکنم، اگر ما ایرانیان خارج از کشور که جمعیت اون 8 میلیون نفر هستیم بتونیم اون توانایی رو ایجاد بکنیم که تأثیرگذار باشیم در سیاست دولت‌های مطبوع خودمون، دولت‌هایی که در درش زندگی میکنیم، که اونها بتونن سیاست‌هایی رو که اینها در برابر آفریقای جنوبی اعمال کردن اعمال بکنن، اون موقع است که این رژیم واقعا چپه میشه. این رژیم نمیتونه وایسته، که اون که رژیم آفریقای جنوبی هم نتونست وایسته. رژیم آفریقای جنوبی یک رژیم آپارتاید بود، این رژیم هم به نحوی یک رژیم آپارتاید است، فرق زیادی نداره. رژیم آفریقای جنوبی حداقل مثل این رژیم به چپاول اموال آفریقای جنوبی دست نزده بود. حالا این رژیم هزار یک ایراد داره که اون رژیم هم خیلی ایراد داشت، ولی به هر جهت دنیای غرب رسید به نکته ای که گفتن دیگه بیش از این قابل تحمل نیست این رژیم و جلوش وایستادن و اون رژیم پایین کشیدن. در مورد رژیم جمهوری اسلامی متأسفانه هنوز به نظر میاد که به این مرحله نرسیدن کشورهای غرب. و الا اگر میرسیدن همونطور که شما فرمودید باید یک اقدام خیلی شکننده انجام میدادن که رژیم رو میتونست به زانو در بیاره. دکتر موریدی، اقداماتی رو که آقای حامد اسماعیلیون کردن واقعا کم نظیر بوده و خب کارشکنی ها، انتقادات، اتهاماتی که به ایشون زدن که تأسف آوره و هم اکنون داریم میشنویم که این 6 نفری رو که علی خامنه‌ای مأمور کرده که اموال مملکت رو تاراج کنن و به فروش برسونن، و در این میان شنیدیم که حتی تاج گران قیمت محمد رضا شاه رو که در تاج گذاری بر سرش گذاشت و شهبانو فرح پهلوی رو اینا از ایران خارج کردن. آیا شما خبر موثقی در این مورد دارید و اگر که مانعی نداشته باشه میخوام نظرتون رو راجع به اقدام شاهزاده رضا پهلوی و باز همین کارشکنی ها و به اصطلاح اتهامات و دروغ هایی رو که ما در اکثر موارد میشنویم و این گفتم جمع قلیلی هستن، گروه کمی هستن که اینا این خرابکاری و این سنگندازی و این کارهایی رو میکنن که واقعا تأسف آور هست. چیه نظرتون راجع به این مجموعه این مسائلی رو که امروز باش روبرو هستیم؟ از که مجاوز از این شهر تورنتو به ایرانیان تورنتو از همون اولی که در این شهر واقعا سکولت کردن میشه گفت که پیش قدم بودن در مبارزه بر علیه رژیم. ما تظاهرات بسیار بزرگی رو در همون جنبشی که به نام جنبش سبز معروف شد، تظاهرات متعددی رو به اصطلاح راه اندازی کردیم به کمک دوستان اینجا و یکی از اون تظاهرات با شرکت اون موقع 7-8000 نفر در جلوی پارلمان اونتاریو بود که واقعا جمعیت بسیار زیادی اونجا جمع شدن. و در خیزش اخیر انقلابی هم باز اولین تظاهرات بزرگ رو در شهر تورنتو انجمن خانواده های پرواز که آقای دکتر اسماعیلیون سخنگوشون هستن، انجمن خانواده های پرواز، اونها کار کردن، اونها فراخوان دادن و
پیش بینیش هم بود که ممکنه 5000 نفر بیان، ولی خب بیش از 50000 نفر در اون جمعیت شرکت در اون گرد همایی شرکت کردن و کاری که به انجمن خانواده ها و داوطلبین و شخص خود آقای اسماعیلیون و بقیه کسانی که به انها گوناگون کمک کردن که اون جمعیت به اون باشکوهی جمع بشن که در تاریخ کانادا بی کم نظیر بود اگر بی نظیر نباشه، واقعا جای تقدیره. و تورنتو ترس کردم که استعداد یک همچین تشکلهایی رو داشت در گذشته هم بوده کما بیش به این شکل و به اشکال گوناگون. و بعد هم میبینیم که خب این انرژی از تورنتو به اروپا هم رفت، در برلین هم یک جمعیت حدود 80000 نفر گفتن شاید بیشتر اونجا هم جمع شدن، و بعد از اون در تورنتو هم جمعیت های 30000 نفری داشتیم، 20000 نفری داشتیم، با اینکه هوا سرد شده باز خیلی اومدن. برنامه داشتیم که پرچم شیر خورشید رو در محل شهرداری یکی از شهرها بالا بردیم. از این اتفاقات زیاد افتاده در تورنتو و در بقیه شهرهای به اصطلاح اروپای غربی و همینطور در قاره امریکا اتفاق میفته. ایرانیان خارج از کشور حقیقتا در این مدت کاملا همراه و همدل و همراه هموطنانشون در زادگاه عزیزمون ایران بودند و خواهند بود. و ما در مورد صحبت هایی که در پشت سر این شخص اون شخص میشه، جناب حجازی، من در توی این 20 سال فعالیت سیاسیم در کانادا به عنوان یک سیاستمدار کانادایی از اینا شخصا زیاد دیدم و همیشه وقتی دوستان به من اشاره میکردن که بله فلانی این حرف میزد اون یکی اون حرف میزد، همیشه جوابم این بوده که در بین این همه ایرانیانی که اینجا هستن، موقع 150-160000 نفر الان در تورنتو شد 200000 نفر ایرانی هستن، میگوید در بین این مثلا 150000 نفر یا 10 نفر اینجوری هست و ما بیشتر روی اون 149990 نفر بسیار نازنین خوب با شخصیت و اینها که همم طرفدار هستن، همم کمک میکنن، در دلشون با ما هستن، به اونها فکر میکنیم، به این افشتن نفری که اصلا به اینها فکر نمیکنیم. و این یکی از به اصطلاح واقعیت های سیاسته. هر کسی داخل سیاست میشه باید این چیزها رو بپذیره، راه دیگری نیست. در سیاست کانادا هم شما میبینید، در بعد وسیع کانادا یا در بعد وسیع امریکا ما میبینیم چقدر پشت سر سیاسیون صحبت هست. بنابراین اصلا من شخصا به دوستانم، کسانی که فعالیت اجتماعی میکنن، کسانی که فعالیت سیاسی میکنن، چه در محدوده کشور محدود خودشون کانادا یا امریکا جاهای دیگر، چه در ارتباط با زادگاهمون ایران، باید آماده باشیم، آماده باشیم برای انتقادات و اهمیت ندیم به اونها. اونهایی که واقعا انتقادات سازنده هستن طبیعتا انسان میپذیره، ولی اونها که دنبال تخریب هستن اصلا نباید بهشون نه جواب بدن نه تأثیر توجهی بکنن. عامه مردم خوب میفهمن، عامه مردم میدونن که این همه فعالین اجتماعی چقدر دارن زحمت میکشن. آقای اسماعیل شما مثال زدید، خیلی ها هستن که شب و روز دارن زحمت میکشن، اسامیشون مطرح نیست، مشهور نیستن، معروف نیستن، ولی پشت پرده به انها گوناگون دارن کمک میکنن. وقتی یه تظاهراتی انجام میشه تنها یک نفر نیست اون جلو، اون کسی که سخنرانی میکنه نیست. خود من بارها بودم دعوت کردم به عنوان سخنران، ولی من که فقط رفتم و صحبت کردم، ولی دیگرانی بودن که چقدر زحمت کشیدن اون برنامه ها رو برگزار کردن. یعنی که همه دارن فعالیت میکنن و نباید ناامید شد. به نظر من آینده روشن هست و باید ما به پوششمون ادامه بدیم بدون توجه به این سلاحهای ناموزونی که این طرف اون طرف شنیده میشه. ممنونم آقای دکتر مویدی. میدونم شما قرار ملاقاتی دارید با یکی از دولت مردان بزرگ کانادا که باید بروید به اون ملاقات و امیدوارم در آینده این نزدیک بتونیم بیشتر صحبت بکنیم راجع به اون چه که در کانادا داره میگذره. امیدوارم بتونم با لطفی که شما کردید با آقای حامد اسماعیلیون مصاحبه‌ای داشته باشم. از همینجا دستشون رو می فشارم و سر تعظیم فرود میارم در مقابل اقدامات ایشون و افرادی که در خارج از کشور واقعا دارن فعالیت میکنن، مثل مسیح علی نژاد و سایری. با شما خداحافظی میکنم و منتظر هستم که خبرهای مثبت و بهتری رو از شما در آینده بشنوم. تظاهراتی رو که دارید تدارک میبینید با جمعیت بیشتر و بیشتری صورت بگیره و در
آینده ای که با شما صحبت میکنم این رژیم شرش رو از سر مردم ما کنده باشه و رفته باشه. امیدوارم. دکتری ممنون جناب حجازی، من هم با شما همراه هستم. از تشکر و تقدیر از همه این کوشندگان سیاسی ما، شما دو نفر اسپوردید، آقای دکتر اسماعیلی و خانم علی نجات و دیگران زیادی هم هستن. بله تعداد من شما بخواهم اسم ببریم باید اینجا یک ساعتی باید باید ولی از همهشون تشکر میکنم با هر تفکر سیاسی که دارن، همهشون خوبن، همهشون فعال فعالیت میکنن. شاهزاده رضا پهلوی در رأس بله خود ایشون شاهزاده، بله ایشون هم یکی از اونها هستن. ایشون هم بدون تردید 43 سال است ایشون دارن زحمت میکشن و بقیه هم همینطور. من دست همهشون میفشارم و ممنون به مال یک ایرانی کوچک، ممنون همهشون هستم از چپ تا راست راست، چون همه به دلشون برای ایران هست. خدا حافظشون. بینندگان گرامی، می رویم و باز می گردیم با دومین مهمان برنامه، جناب آقای نیکاهنگ کوثر. با ما باشید. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا، به عنوان صد وکیل برتر منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود، دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده از کنار خود داشته باشید. تلفن 844 688 9740. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. مژده به فارسی زبانان ساکن استرالیا، نیوزلند، مالزی، اندونزی و دیگر کشورهای حوزه اقیانوسیه. جی ال ویز با نصب سیستم‌های تقویت شده خود در سیدنی استرالیا، از این پس با کیفیت و سرعتی بی‌نظیر در خدمت شماست. برای خوش آمدگویی به هم زبانان عزیزمان در این کشورها، اپلیکیشن جی ال ویز تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز جی ال ویز را نصب کرده. صدها کانال تلویزیونی و هزاران ساعت فیلم و سریال را با کیفیت HD تماشا کنید. جی ال ویز، همیشه و همه جا. اگر تلفن و یا تبلت هوشمند سامسونگ، LG، گوگل پیکسل، وان پلاس، شیائومی و یا دیگر مدل های اندروید را دارید، برای دسترسی به سرویس های جی ال ویز همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلفن و یا تبلت خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جی ال ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و به صورت رایگان در اختیار شماست. نگاهی جدید به مدیای فارسی. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس های جی ال ویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جی ال ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. برای فروش تبلیغات در جی ال ویز، شارژ اشتراک جی ال ویز، شارژ اپلیکیشن تلفنی جی ال تاک، سرویس های چاپ دیجیتال و دیجیتال ساینج با شرکت گولداین همکاری کنید. این موقعیت فوق العاده را از دست ندهید و همین حالا با ما تماس بگیرید. هم‌اکنون می توانید تمامی فیلم ها و سریال های ایرانی در حال پخش از داخل ایران را در کانال FX22 تماشا کنید.
کانال FX22 بر روی ماهواره ترکمن عالم همجهت با یاسد، فرکانس 11221، ورتیکال 27500، FEC 23. بینندگان گرامی، در فضای مجازی و در ما منتظر هستیم تا ارتباطمون با آقای نیکاهنگ کوثر، اقلیم شناس و کاریکاتوریست و فعال سیاسی که سالیان سال فعالیت کردن، برقرار بشه. ما در این کشور و در کشورهایی که دموکراسی درش هست، بعضی وقتا شاهد اتهامات بیپایه و اساس و توهین‌آمیز و حتاکی هایی هستیم که واقعا آدم نمیدونه چجوری اینا رو توجیه بکنه. آقای حالو، آقای عالی پیام داره با اطلاعات وسیعی که از این آخوندا داره و سالیان سال در ایران مبارزه کرده و قلم زده، در شبهای شعر شعرهای کوبنده‌ای رو که بر علیه رژیم گفته و چندین بار به زندان افتاده، این فضای مجازی هر آدمی رو که فکر بکنید که احدی نمیشناسه میان مینشینن جلوی دوربین و دروغ ها و اتهاماتی رو میزنن که آدم واقعا تن آدم میلرزه که چجوری ممکنه که آدم ها یه همچی کاری بکنن. من با اجازتون ببینم آقای کوثر با ما الو آقای کوثر، بله از پارس تی وی، مای پارس تی وی، بله خواهش میکنم. بله عرض میکردم که افرادی که هیچ کدوم از ما نمیشناسیم میان میشینن جلوی این دوربین، هر چی که دلشون میخواد میگن بدون هیچ منطقی، بدون هیچ دلیلی، و نمیدونم اینا چی کاره هستن. و در واقع خطاب میکنن به عالی پیام که تو چی کاره ای که بیای به ما رهنمود بدی، به ما بگین چی کار بکنیم چی کار نکنیم. خب عالی پیام در انتقادی از یک عده معدود که خودشون وابسته به شاهزاده رضا پهلوی میدونن، معدود گفته بود که اینا میان و در گرد همایی هایی که ما داریم اینا شروع میکنن فحاشی کردن و کارهایی میکنن که واقعا لطمه میزنه به شخصیت شاهزاده رضا پهلوی، به خود ایشون هم این رو قبول کردن و گفتن اقدام میکنن در این مورد. خب بگذاریم، این از این مسائل بسیار فراوانه. خوشحالم که ما در خدمت جناب نیکاهنگ کوثر، این شخصیت مبارز، این کاریکاتوریست به نام و این اقلیم شناس و شخصی که واقعا اطلاعاتش راجع به مسئله آ که یکی از بزرگترین مسائل بشر امروز هست، مطالعات شایان توجهی داره و این گرفتاری رو که بی سیاستی، بی شعوری، بی سوادی مسئولین جمهوری اسلامی به سر ایران آوردن و ما الان شاهدش هستیم که رودهایی که خشک شده، دریاچه رضاییه نازنینی که خشک شده و وعده های دروغینی که دادن که برای اصلاح این وضع زاینده رود هست، کارون هست، خیلی خیلی جاها که من چون اطلاعاتی ندارم در این زمینه، میریم از آقای نیکاهنگ کوثر میپرسیم. سلام جناب کوثر و ممنونم از این که میدونم
خیلی درگیر بودید، امروز این فرصت دادید که با هم دیگه یه صحبتی داشته باشیم. درود بر شما جناب حجازی، خیلی لطف دارید. ببخشید که من به خاطر چند تا مسئولیتی که در قبال یک سری از دوستان داشتم نتونستم زودتر خدمتون برسم. در ضمن عرض کنم که من خودم هیچ وقت ادعایی ندارم که چه چیزی شناس هستم. من حداکثر یک روزنامه نگار هستم که با مسائل مختلف حوزه‌های آب و محیط زیستی و زمین شناسی شاید شانس داشتم که آشناتر بودم و زبانم درازتر بوده، چه در زمانی که ایران بودم و خب آثار منفیش رو دیدم و هم در خارج که بیتوجهی بسیاری از دوستان مخالف جمهوری اسلامی نسبت به محیط زیست و آینده سرزمینم رو از نزدیک دیدم و همیشه بابتش ناراحتم. آقای کوثر، این لطمه هایی رو که جمهوری اسلامی زده با بی سوادی، بی سیاستی و ندانم کاری هاش، آیا قابل جبران هست با این شرایطی که الان دنیا با یه نوع خوشحالی روبرو هست؟ و من بعدا اشاره خواهم کرد به اون چی که در امریکا مشاهدش هست. ببینید، ما بلاهایی که سر سرزمینمون اومده چند قسمت داره. یکی بیتوجهی حاکمیت بوده در طول به ویژه از سال 1325 تا کنون. من این نکته رو باید اضافه کنم که دانش محیط زیستی در سالهای دهه 50 میلادی بسیار محدودتر از امروز بوده. تصمیم گیری هایی که شده شاید بر اساس این بوده که کسانی میخواستن سرزمین وضعیت بهتری پیدا کنه، الگو گرفتند از اتفاقاتی که مثلا در ایالات متحده افتاد، بر سر مثلا دیدن که رود کلرادو روش چند تا سد زدن، یا مثلا در محدوده دره تنسی ولی آثوریتی اومده یک فعالیت هایی کرده، برق تولید کرده، آب رو مهار کرده. خب اون زمان خیال کردن خب همین روش ها رو ما میتونیم بیایم در ایران هم تکرار کنیم، به اصطلاحی که امروز میگیم کپی پیست کردن. اما امروز بعد از چند دهه میدونیم که اولا هر کاری که بایستی انجام بشه بایستی مطالعات محیط زیستی بسیار دقیق انجام بشه، مطالعات اجتماعی انجام بشه، مطالعات اقتصادی انجام بشه و دید که آیا فایده احداث یک سازه و مدیریت سازه‌ای در یک منطقه از هزینه‌ها و ضررهاش بیشتر هست یا کمتر هست. امروز میدونیم که بسیاری از اون سازه‌ها، اون ساختار مدیریتی که سد دل ساخته شد، سد لطیان ساخته شد، سد منجیل ساخته شد، سد کرج ساخته شد، هیچ کدوم بررسی ارزیابی اثرات محیط زیستی انجام نشده. برای اینکه آمار نداشتیم آقای. ببین همین من دارم میگم، اون زمان دانش نبود، فقط آمارم نیست، دانش هم نبود. و در ضمن ما معمولا یادمون میره که چه چیزی داریم و بعد چه چیزی میخوایم وارد کنیم. ما هزاران سال دانش مدیریت آبهای زیرزمینی رو داشتیم. از کجا میدونیم؟ قنات ها منظور یکی از قنات ها هست، بی نظیرش قنات ها بود. و از طرف دیگر ما میدونستیم، ما اولا دانشمندانمون محاسبات ریاضی و آبشناسی کاملی انجام داده بودن. الکرجی به عنوان یکی از ریاضیدانان بزرگ و یکی از هایدروجیالوجیست های بزرگ تاریخ به حساب میاد و دستورالعملی که داره برای مدیریت آبهای زیرزمینی و اینکه در کجا میشه استفاده کرد بی نظیره. اما برگردیم از دهه 60-70 که مبارزات محیط زیستی در ایالات متحده بیشتر شد و تا جایی رسید که در زمانی که نیکسون رئیس جمهوری بود EPA تأسیس شد، یعنی سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا، و بعد از اون قوانین آب پاک، هوای پاک و قوانین دیگر تصویب شد، آرام آرام مطالعات محیط زیستی جدی‌تر گرفته شد. من با یکی از مدیران سابق آب و کسی که سالها یک استافر بوده در کنگره آمریکا در بخش ساخت و ساز و توسعه سوال کردم، گفتم شما مسائل آب ایران رو میشناسید، مسائل آب آمریکا رو میشناسید، این عدم ارتباط کی اتفاق افتاد؟ گفت ببین ما چیزهایی که یاد گرفتیم در دهه 80 شروع کردیم اعمال کردن چون انقلاب شده بود، با همون کسانی که قبل از انقلاب اومده بودن به آمریکا و آموزش دیده بودن ما نتونستیم خیلی از چیزها رو منتقل بکنیم.
که یک زمانی بحث ساخت و ساز بود، اما یک زمانی به بعد بحث مدیریت و اصطلاحاً مینتننس ماجرا بود. نکته دیگر این بود که وقتی که در سال 1988، یعنی سال 1367، در یکی از مراکز مهم مطالعات امنیتی در آمریکا اومد بررسی کرد که وضعیت آب در آینده خاورمیانه چگونه خواهد بود، این گزارشش یک کپیش به ایران رسید. چرا به ایران رسید؟ چرا من میدونم؟ به خاطر اینکه خود من ترجمه کردم وقتی دانشجوی سال اول زمین شناسی بودم بخشش رو. پدرم این رو گرفته بود، من قسمتش ترجمه کردم. در آبان 1367 بخشی از اون متن رسید به هیئت دولت و توضیح داده شد به دولت جمهوری اسلامی که این روش هایی که تا کنون داشتیم دیگه الان به کار ما نمیاد، ما باید به سمت این بریم که هر آبی که میاد، بارونی که میاد، تا حدی که به محیط زیست آسیب نرسونه این آب رو در دل زمین ذخیره بکنیم، چون وقتی هوا گرمتر میشه این دریاچه‌های سطح ها میشن تشت های تبخیر. بسیاری از این دریاچه سطح ها تا 8% تا 10% بستگی داره به میزان تبخیر اون منطقه، تبخیر خواهد شد. یعنی آب شیرین رو ما جمع‌آوری کردیم و بخشی از اون آب تبخیر میشه، یعنی معادل همون آبی که ما برای آب شرب استفاده میکنیم از دستمون میره. نکته‌ای که وجود داره این هست که از دهه 80 میلادی در ایالات متحده، در خیلی از کشورهای مترقی دنیا، اومدن بحث ارزیابی اثرات محیط زیستی یا Environmental Impact Assessment رو جدی گرفتن، نسبت Benefit to Cost Ratio رو جدی گرفتن، این نسبت فایده به هزینه رو. اگر پروژه‌ای نسبت فایده به هزینه و ضررش از یک کوچکتر باشه نباید اجرا بشه، اگر از یک بزرگتر باشه باید دید تحت چه مقرراتی میتوان پروژه رو اجرا کرد. در ایران این قضیه اتفاق نیفتاد. آقای هاشمی رفسنجانی چون دید که سدسازی اثراتش زود دیده میشه، مردم میبینن داره ساخت و ساز انجام میشه، آب پشتش میاد، خیال میکنن مشکل حله. نه تنها اون کار کرد، بلکه اومد با سدهایی که دستور داد در محدوده دریاچه ارومیه ساخته بشه، باعث شد که دریاچه ارومیه آروم آروم به وضع امروز برسه و دولتهای بعدی هم همون روند رو تکرار کردن. آقای خاتمی سردار سازندگی آقای رفسنجانی، بله من آقای سردار سازندگی به قول من کار ایران رو ساخت به عبارتی. بله. و نکته‌ای که وجود داره این هست که الان که نگاه میکنید و سوال میکنید از مهندسان مشاوری که در این پروژه بودن، خب توجیهات متفاوته. بعضی هم میگن خب یک راه بود برای مدیریت آب، کاملا درسته، اما راه‌های دیگر رو نذاشتن بودجه برسه به اون پروژه هایی که مفید بودن. یعنی یکی از پروژه هایی که الان که بارندگی های شدید رو شما در کالیفرنیا داشتید در طول هفته اخیر، سوال پیش میاد که خب صدها ظرفیتشون معلومه، اما با اون آب باران دیگر چه میشد کرد؟ در هم لس آنجلس تایمز و هم نیویورک تایمز این مسئله رو تأکید کردن که مدیریت سیلاب، یعنی مدیریت تغذیه مصنوعی این سیلاب ها برای که آبهای زیرزمینی رو بخوان تغذیه بکنن و کامل تر بکنن، راه و روشی هست که میشه به کار برد. یعنی چیزی میگن، میگن MAR M-A-R Managed Artificial Recharge، یعنی تغذیه مصنوعی مدیریت شده. و آقای نیکان کوسر، این در این به اصطلاح منابعی رو که ایجاد کردن که برای جمع کردن آب باران که گفته میشه بودجش کافی نیست و بودجه بیشتری خواستن، آیا یکی از راه حل‌ها هست یا اون مسئله تبخیر میتونه لطمه بزنه بهش؟ اگر ببینید در ایران بر اساس محاسبات ما چیزی بالای 42 میلیون زمین آبرفتی داریم. حالا آبرفت میتونه در حد ماسه ریز باشه یا در حد قلوه سنگ و اینا درشتر، اما معمولا ترکیبی از این هاست. از این 42 میلیون هکتار 15 میلیون هکتارش بسیار مناسبه برای اینکه ما بتونیم آب رو درون زمین جذب کنیم. پس اگر تأسیسات بسیار ارزان قیمت و ساده که یعنی حتی روستاییان با اجاره یک بولدوزر میتونن انجام بدن در حد هزینه $500 برای یک هکتار، یعنی پولی که ازش برمیان بر اساس این چیزها، حالا حتی قیمت دلار هم رفته باشه بالا، شما میتوانید در هر کدوم از این مناطق که مطالعه هم شده خیلیاش، سیلابی که داره از کوهستان میاد مسیل رو شما دارید، آب رو خیلی راحت اندکی منحرف بکنید که رو سطح زمین پخش بشه. بهش میگن چی؟ state irrigation. اینکه آب رو از یک مسیل منحرف میکنید رو سطح زمین
پخش میشه و اون آب جذب میشه. اتفاقی که میفته چی هست؟ وقتی شما از کوهستان سیلاب رو منتقل میکنید، بخشی از گلولای که از کوهستان اومده، اگر اینو رها بکنید، این گلولای عامل تخریب هست، یعنی عامل فرسایش میتونه باشه. یعنی در مسیر خودش قدرت این سیلاب اونقدر زیادی که میتونه حتی مثلا یک آبی که داره سریع رد میشه، مثلا 10-15 سانته، اگر کسی تو اون رودخونه باشه با خودش ببره. شما در چند ماه پیش در نزدیکی های محدوده داراب و نیریز دیدین یک سیلی در تابستون اومد، مردم توی محدوده رودخونه که خشک بود اومدن برای تفریح، نمیدونستن یک سیل میاد و تعدادی از هموطنان ما جانشون از دست دادن چون در حریم رودخونه حواسشون نبود دارن چی کار میکنن. همین قضیه که شما این سیلاب رو منحرف بکنید، سرعتش رو کم بکنید و رو زمین پخش بشه، بخشی از اون مواد معلق گرفته میشه و رو سطح زمین رسوب میکنه. این چه اتفاقی میفته؟ شما یک لایه از خاک رو روی دشت بیابانی روی دشتتون ایجاد کردید. یعنی برخلاف اون روند فرسایشی که ما داریم در اثر بارانهای سیلابی، شما خلافش رو انجام دید. پس به عبارتی هم دارید آب ذخیره میکنید و هم دارید خاک ایجاد میکنید روی سطح زمین. پس میتونید چیکار بکنید؟ میتونید هم بسیاری از مراتع رو احیا بکنید، میتونید اونجا درختان بومی بکارید که با همون آب سیراب میشن و شرایط زیست محیطی منطقه رو تغییر میدن و باعث خواهد شد، چون نمونهش رو دیدیم ما در ایران، حیات وحش در اون مناطق احیا بشه. یعنی در جای بیابانی که انجام شد این عملیات، روباه، کفتار، گرگ، پوبره، گوز و حتی پلنگ دیده شد بعد از مدتی. در کجا؟ در منطقه بیابانی به نام گربایگان فسا، که جایی بود که من در دوران دبیرستان اونجا کار کردم و کارآموزی کردم و رانندگی بولدوزر کردم به عنوان یک کارآموز برای که کانال حفر بکنم و بکنم. این کارا انجام شده و نمونهش هست و داره در جاهای مختلف دنیا تدریس میشه این روش ایرانی. اما جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ چسبید به سدسازی و انتقال آب. انتقال آب بین حوزه، یعنی اون روش اشتباهی که آقای شریف امامی استفاده کرد برای اینکه آب رو در زمانی که مسئولیت داشت در بنگاه مستقل آبیاری، آب رو از سرشاخه کارون منحرف کردن آوردن به زاینده رود، که با این خیال که چون شاه عباس همچین نظری داشته این آب رو ما منتقل بکنیم باعث خواهد شد که زاینده رود پر آب تر بشه، از آب حوزه کارون به عبارتی دزدیده شد اومد به این منطقه. جمهوری اسلامی همون روش رو اومد تکرار کرد. اومد چیکار کرد؟ کوهرنگ 2، کوهرنگ 3. بعد اومد از سرشاخه‌های دز آب رو اومد در بالاتر فرستاد به قم، پروژه قمرود، و بعد دو تا از سیستم‌های انتقال آب بین حوزه رو از سرشاخه‌های دز اومد وارد حوزه زاینده رود کرد. و الان هم میخوان سد خرسان 3 رو بسازن. فکر میکنم قبلا قرار بود 40 میلیون متر مکعب، الان میگوین میخوان برسن به 400 میلیون متر مکعب در سال آب رو از یک از سرشاخه‌های کارون باز بیارن. چه اتفاقی میفته؟ این تراژیک هست. شما اگر کارون آقای کوسه، ما جمعا 3 دقیقه وقت داریم. منو ببخشید. نه خواهش میکنم. میخواستم مثلا در همین همسایگی کالیفرنیا در نوادا سد هوور که یه شاهکار سدسازی هست الان تقریبا خشک شده دریاچه پشتش. آیا با این همه بارندگی که ما میشنویم در شرق امریکا در قسمت‌های دیگه پیش آمده و رودخونه کلرادو که دیگه اون دبی آب نداره، آیا میشه امیدوار بود که این احیا بشه با مطالعاتی که شما دارین؟ نه به این ساعتی. من همین الان جلوی روم لینک های از لس آنجلس تایمز رو دارم که درباره بحران رود کالورادو هست. چرا رود کالورادو مهمه؟ چون بخشی از آب کالورادو میاد به کالیفرنیا. بله. نگاه بکنید، زمانی که سد هوور ساخته شد جمعیت لاس وگاس چند ده هزار نفر بود. الان در محدوده لاس وگاس چند میلیون نفر زندگی میکنن. اون زمان هنوز آب منتقل نشده بود به بخش های مختلف و الان خیلیش منتقل میشه. من معذرت میخوام. به بخش‌های دیگر داره منتقل میشه. مسئله که هست اینه که مدیریت آب زمانی که انجام شده بود بدون توجه به شرایط اقلیمی بود. این که در کالیفرنیا بارون میاد یا مثلا در سیرا نوادا در این کوه بارون اومده، آبی از اونجا به رود کلرادو نمیرسه.
هر حوزه شرایط مختصات خودشو داره. حوزه کالارادو مجموعاً 7 ایالت و کشور مکزیک رو در بر میگیره. اون ایالت‌های شمالی مثل مثلا وایومینگ و یوتا به عنوان مثال، اگر در اونجا برف بسیار زیادی ببارد، در کالارادو برف زیادی ببارد، وضع رود کالارادو شاید بهتر بشه. اما بارون اشکال کارش این هست، روی بارون نمیشه اونقدر حساب کرد برای اینکه یک رودخونه رو بشه بهتر شرایطشو. برف اینجا مهم، یعنی اگر شاعر گفته بود اگر باران به کوهستان نبارد، شاعر اون زمان سواد محیط زیستی نداشت، باید میگفت اگر برفی به کوهستان نبارد، مثال دجله گردد خشکرودی. بله. نه به این راحتی درست نمیشه. الان هم دارن ایالت‌های مختلف برنامه‌ریزی میکنن برای شرایط بدتر رود کالارادو در آینده. و همچنین آیا در ایران اقداماتی شده برای شیرین کردن آب دریا؟ شیرین کردن آب دریا متاسفانه راه حل مناسبی نیست برای خیلی از مسائل در اونم با محیط زیست مخالف محیط زیسته. چرا؟ خود اسرائیلی ها میگویند آخرین گزینه ما هست. بله. شیرین کردن نه اولین گزینه. وقتی شما راهکارهای دیگر رو دارید که مصرف آب رو بیارین پایین تر، سیلاب رو مدیریت بکنید و درون زمین ذخیره بکنید، دارید پول رو هدر میدید با آب شیرین کردن و انتقالش به فلات مرکزی. آب شیرین کنها برای مناطق حاشیه دریا بسیار هم عالی، اما در ایران وقتی بخوان آب رو به فلات مرکزی منتقل کنن، باید بین در بسته به جایی که هست تا گاهی وقتا تا 2000 متر آب رو به بالا منتقل کنن. این یکی. دو، سوختی که استفاده میشه هم برای آب شیرین کن و هم برای انتقال آب برای تولید انرژی، سوخت فسیلی هست که باعث گرمتر شدن منطقه خلیج فارس میشه. اگر در حاشیه دریای عمان در محدوده مکران با استفاده از انرژی تجدید پذیر آب رو شیرین بکنن و در ضمن شورابه که تولید میشه رو به راه خیلی دور بفرستن درون اعماق اقیانوس هند که جریانهای آب زیردریایی اون آب نمک رو پخش بکنن و به اکوسیستم ها آسیب نرسونه، بسیار عالی. اما خلیج فارس یک محدوده آبی بسته است، یعنی به عبارت یک دره عمیقی که آب درش پیشروی کرده. در نتیجه چرخش آب در اینجا خیلی طول میکشه. عمق خلیج فارس در بیشتر اینجا 90 تا 100 متره، اما دریای عمان 3000 خورده متر مناطق عمیقش. حجم آبی این دوتا بسیار متفاوته. الان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در طول سالهای اخیر که اومدن آب شیرین کن استفاده کردن، باعث شدن هم آب اونجا گرمتر بشه، هم آب شورتر بشه، هم ترکیبای شیمیایی اضافه بشه. بسیاری از آبزیان رو از بین بردن، بسیاری از آبزیان اندازه‌شون کوچیک‌تر شده، بسیاری از مرجان‌های خلیج فارس از بین رفتن و این اکوسیستم دریایی وقتی آسیب ببینه جبرانش بسیار دشواره. و حالا جمهوری اسلامی هم اضافه شده به این رقابت منفی. آقای کوثر بی‌نهایت سپاسگزارم. انشالله در فرصتی در آینده، فرصتی خیلی نزدیک، بتونیم بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم راجع به این واقعا فاجعه ای که دنیا میتونه باش روبرو باشه در آینده نه چندان دور. منم از شما متشکرم که این وقت رو به من دادید. خواهش می‌کنم. بینندگان گرامی، با سپاس از شما، با سپاس از مهمانان گرامی برنامه و در پایان تشکر از امیر شهرتی عزیز. تا روز پنجشنبه و برنامه دیگر، روز روزگار به شما خوش.